نامنگاری در سطح کلان جمهوری اسلامی، دعوای مخزن الاسرارهای نظام سر چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. احمد جنتی گفته اختلاف صادق آملی لاریجانی و محمد یزدی ظاهری است و او پادرمیانی کرده و به زودی اینها کنار هم ظاهر می شوند. با وجود این، آنچه از فهوای نامه آقای آملی لاریجانی روشن است این است که اختلافی ریشه دارتر از این هاست و دست کم سالها صدامه داشته. اما چرا حالا و در این مقطع محمد یزدی به او تاخته و او با این لحن و به این شکل جواب داده، سوالی است که تحلیل‌های گوناگونی برانگیخته. صادق آملی لاریجانی یکی از پنج برادر لاریجانی است، فرزندان آیت الله میرزا هاشم آملی. ستای اول محمد جواد، فاضل و علی بیشتر در سیاست ایران شناخته شده بودند تا دوتای آخر. صادق که برادری یکی به آخر است، ناگهان 10 سال پیش با حکم آیت الله خامنه ای در بحبوحه 88 رئیس دستگاه قضا در جمهوری اسلامی شد. عمل کرده او در قوه قضاییه، گماردنش به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و پایان ناگهانی و چند ماه پیش از موعد کارش در قوه قضاییه داستانهای زیادی به راه انداخت. بازداشت اکبر طبری، یکی از زیردستان او که پیشتر در یکی از برنامه‌های صفحه 2 به تفصیل در موردش گفتیم، تبدیل به ماجرایی دنبال دار برای او شده. امروز 3 میهمان به این برنامه دعوت کردیم تا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌ها و اختلافات. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست. مهدی گلرو، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان از استانبول و رضا انصاری راد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر فقه و حقوق از تهران. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان. آقای انصاری راد، میگن دعوای طلبگی است. آقای یزدی مشهور است که بد اخلاق است گاهی و صحبت‌های مطرح می‌کنه که نباید. این تحلیلی هست که اصولگرایان میگن. موافقید شما با این تحلیل؟ ضمن سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون و بینندگان محترم، راستش نه، من با چنین تحلیلی اصلا موافق نیستم و اصلا هیچ قرینه‌ای هم بر صحت این تحلیل نمی‌بینم، چون نحوه ادبیاتی که آقای شیخ محمد یزدی به کار برده و بعد در جواب شیخ صادق لاریجانی هیچ مطابقتی با چنین تحلیلی که بحث اختلاف طلبگی باشه وجود نداره. در این ادبیات شما نمیبینید، بلکه اون چی که در این دوتا نامه گفته های آقای یزدی و آقای نوشته های آقای لاریجانی پیداست، یک اختلاف عمیق‌تر و در بر سر مسئله مهمتر از این حرف هاست که اختلاف طلبگی باشه. مسئله مهمتر چی میتونه باشه آقای انصاری؟ مسئله مهمتر بس اگر بخواید بهش برسید، باید یکی نحوه عملکرد آقای یزدی رو بررسیش کنید و دوم نحوه ورود آقای شیخ صادق لاریجانی و نحوه پیشرفتنش رو در سلسله مراتب پیگیری کنید. اینجاست که اون مسئله مهمتر و اختلاف مهمتر معلوم میشه. و شاید حالا من بخوام اگر یک اشاره کوتاهی بکنم، اینکه میدونید که آقای یزدی نگاهش به مرجعیت و حتی دستگاه‌های مراجع و نحوه تعاملش با رهبری آقای یزدی آدم افراطی است. حتی ایشون در یک مقطعی در یکی از خطبه‌های نمازجمعه اصلا ایشون مرجعیت رو جز در رهبری محقق نمیدونست و حتی وجوهات رو میگفتن همش باید به بیت رهبری منتقل بشه و این چیزیست که خب روحانیت سنتی به هیچ وجه زیر بارش نخواهد رفت و نمیره. شیخ صادق لاریجانی آدمی بی تجربه، بدون سابقه مسئولیت دولتی، ناگهان بر مسند قضا نشستن و بعد خیلی پیش رفتن و اون هم پیش رفتنش از باب این که دیگرانی نبودن که بتواند رقابت کنند، فلذا ایشون خیلی تند رفت و جلو رفت و خب بهانه حمله آقای یزدی هم بهانه درست است، چون فساد در دستگاه قضا در دوره آقای لاریجانی بی سابقه در 40 سال. خانم گلرو، این بحث فساد که مطرح میشه بحث جالبی هست با توجه به اینکه آقای لاریجانی جمله‌ای گفته
در واقع عبارتی به کار برده که بسیاری الان به این عبارت در واقع اشاره میکنن و میگن که این نقطه مرکزی این دعواست. این که گفته من مخزن الاسرار نظام هستم در مورد تخلفات افراد مختلف از جمله آقایزاده ها و معاونان و مدیر کلا و غیره. شما خودتون به هر حال در دستگاه قضا محاکمه شدید، شیوه های دستگاه قضا رو در اون دوره میشناسید. فکر میکنید که آیا دستگاه قضا اصلا توانایی برخورد با این بحث فساد رو به این شکل داشت اون موقع، یا اینکه یک بحث جدیدی هست که حالا به هر حال به دلیل ورود آقای خامنه‌ای بهش مطرح شده و آمادگی در واقع سیاسی اجتماعی براش ایجاد شده و قبلا در اون دوره‌ای که آقای لاریجانی ازش صحبت میکنه نبوده این امکان؟ من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی و هموطنان عزیزم. این صحبتی که آقای لاریجانی در موردش میکنه در واقع یک جور فرار به جلوه در مورد فساد، به خاطر اینکه آقای لاریجانی و خانوادش همون جوری که فاضل در رشوه خواری، محمد جواد در زمین خواری و حالا علی لاریجانی به شکل دیگه در فساد قوتور هستن مثل بخش های دیگه نظام، صادق لاریجانی هم خب بخشی از همین نظام هستش و قطعا در فساد دستی بر آتیش داره، حالا چه در بحث مالی چه در بحث‌های قضایی. به خاطر همین یک جور فرار به جلو من این رو می‌بینم، این بخش از نامه رو حداقل، حالا نام فرازهای مختلفی داره و در هر بخش از نامه یک در واقع یک دریچه بزرگی باز میشه. توی یک بخشی حمله به سپاه هستش، توی یک بخشی حمله به رهبری حتی مطرح میشه، توی یک بخشی حمله به اصولگرا مطرح میشه، اما توی اون بخشی که فساد رو در واقع تو همین یک جمله که شما فرمودید کل نظام رو تهدید میکنه و اونجاست که اشاره میکنه به اینکه میگه چون این پرده برافتد نه تو مانی و نه من، یعنی اگر که من قرار باشه که این مخزن رو باز کنم، این صندوقچه اسرار رو باز کنم، دیگه هیچ چیزی از این نظام نمیمونه. خب خانم گل، غیر از اینه که گفتن این حرف در این سطح، آقای لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، یعنی خودش نمیدونه که این به مصلحت نظام نیست که چنین حرفی رو بزنه. ببین من فکر میکنم درگیری ها امروز توی نظام به مرحله رسیده که اصلا فکر نمی کنن که مصلحت نظام در چی هستش، بیشتر اینها منافع خودشون رو می بینن به خاطر اینکه نگران آینده خودشون هستن. هر کدوم از اینها به هر حال کسانی رو دیدن که توی نظام بودن، هر کدوم از آینده خودشون می ترسن و نگران این هستن که اگر که قرار باشه روزی از این حکومت کنار گذاشته بشن، اگر فردا روزی به فرض رهبری قرار باشه که مثل امروز که به طور کامل پشت آقای لاریجانی وای نستاده، میبینیم که حمایت کاملی نکرده از آقای لاریجانی اونطوری که به نظر میمده منتظر بوده. آقای لاریجانی به نظر میاد منتظره که رهبری ازش حمایت کنه و این حمایت صورت نگرفته. صحیح. دست کم تا الان صورت نگیره. تا الان صورت نگرفت. اگر این حمایت صورت نگیره چیزی از خانواده لاریجانی نخواهد موند، چه در بحث رهبری چه در بحث ریاست جمهوری که علی لاریجانی امیدشو داشته در 1400. به نظر میاد که استعفا دادن محمد جواد و فاضل هم که گفته من دیگه اصلا ایران برنمیگردم، به خاطر همین چیزی از خانواده لاریجانی نمونه و این چیزی نموندن طیف‌های وسیع نگران بکنه، چه خود لاریجانی چه تمام طیفایی که وفادارترین افراد به آقای خامنه ای بودن، چون در تمام طول این 10 سال از سال 88 بله. آقای لاریجانی هیچ کدوم از فرامین رهبری رو نگفته. دادگاه های نمایشی، تمام دستوراتی که در سال 88 سال 96 داده شده به این قوه قضاییه همه به دیده این منت قبول شده از طرف آقای لاریجانی و گفته شده که من همه چیز رو قبول میکنم. و خب از اون بارم پوانهایی گرفته شده، اون موقعی که حرف فاضل مطرح شد، اون موقعی که بحث دخترشون مطرح شد، همیشه بحث این مسئله رو کش ندید از طرف رهبری مطرح شده. بله. و خب آقای لاریجانی توی سیف ساد قرار گرفت. خیلی جالب، ولی ما به این حالا برمیگردیم، این که چه شد که این به قول شما سیف زون یا این حاشیه امنی که ایشون داشت الان به هر حال به نظر میاد که وجود نداره. آقای افشاری، شما خودتون هم راجع به این مطلب نوشتید، آیا نوبت حذف لاریجانی ها رسید؟ به نظر شما این وقتش رسید؟ آیا نظام آماده است برای اینکه
یکی از قدرتمندترین خانواده هایی که به هر حال سال هاست اسمشون در رده های بالای حکومت مطرح هست رو به نوعی بزنه؟ بله، البته من در مطلبی که نوشتم این موضوع رو به بحث گذاشتم و چنین نتیجه گیری قطعی نداشتم. ببینید، وقایع به خصوص بعد از اینکه به حال این اختلاف بین به اصطلاح دو قاضی القضات سابق جمهوری اسلامی بالا گرفت، در این حد به افکار عمومی کشیده شد، هم که باعث خشم بالاخره برخی از مسئولان نظام و گروه ها شده، تا جایی که روزنامه جوان با وسط سپاه پاسداران هر دو را سرزنش میکنه که تریبون به ضد انقلاب دادید. این موضوع خب بلافاصله بعد از اون ما شاهد بودیم که اول رهبری گفت که غیر مستقیم دعوت به مصالحه کرد و گفت فریادها رو بر سر دشمن اصلی بزنن و بعد از اون تحرکات زیادی انجام شد. من در همون مطلبم اشاره کرده بودم که این حملات خب از سوی بخشی از قدرت انجام شده که حالا چهره هایی که در ظاهر اونو دنبال میکنن مثل علیرضا زاکانی، خب نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران هستن و اصولگرایان تندرو و اینها هم از مجموعه حامیان، نزدیکان و مجریان اوامر آقای خامنه ای هستن. یعنی هم از دو طرف ماجرا، چه کسانی که خود صادق لاریجانی و چه رقبا و کسانی که امروز در اندیشه تضعیف و حذف اون هستن، هر دو به اون جمع تعلق دارن. حالا آقای صادق لاریجانی منتقدانی هم در اصلاح طلبان و حلقه نزدیکان احمدی نژاد داره. بنابراین بحث رو باید در اینجا دید که به نظر میرسه مسئله اصلی حذف کامل خاندان لاریجانی ها نیست، بلکه رقابت هایی که در مورد آینده رهبری و انتخاب جانشین آقای خامنه ای هست منشأش به اونجا برمیگرده. دقیقا برخوردی که امروز در قوه قضاییه میشه، فضا سازی میشه علیه صادق لاریجانی، در سطح کمتر صادق لاریجانی با رئیس قوه قضاییه قبل از خودش سید محمود شاهرودی انجام داد. و اساسا برگردیم به ویژگی جمهوری اسلامی، چون یک ساختار سیاسی مبتنی بر انحصار طلبی و تمامیت خواهی سیاسی هست و مبتنی بر پذیرش مشارکت و رقابت و تکثر در درون خودش نیست. همیشه این رقابت ها، اختلافات و درگیری ها هست و تقسیم بر دو میشه. حالا در جدال و رقابتی که در سطح بالا هست، بخشی از این نیروها که به نظر میرسه به ها نیروهای قدرتمندی هم هستن، در نامه صادق لاریجانی پای حسین طائب رو وسط کشیده بود. یعنی عملا دستگاه حفاظت اطلاعات سپاه پشت سر قضیه هست. اینها خب اومدن و به نوعی حداقل برنامه‌شون این هست که اجازه ندن صادق لاریجانی از این مقطع به بعد رشدی رو داشته باشه. اما اینکه این به معنای پایان کار صادق لاریجانی هست، به نظر من نه. در این زمینه باید محتاط بود و همچنین کل خاندان لاریجانی ها، اینها در عین اینکه به حال برادر هستن، ولی اختلاف نظرات سیاسیشون هم به حال کم نیست با هم دیگه. بله. ولی اون چیزی که مشخص هست، امکان رشد بیش از این صادق لاریجانی فعلا منتفی شده. رهبری هم حمایت نکرده، ولی حمله ای هم بهش نکرده. یعنی آقای خامنه ای سن و برخورد میکنه در نظام، یه جا هست که حمایت صریح میکنه، یه جا هست که اجازه میده خودمون زیر مجموعه ها و نیروهای نظام با هم در یک فضای کنترل شده رقابت داشته باشن، دخالتی نمیکنه، و یه جایی هم هستش که خب دیگه خود صریح میاد و پروژه حذفی رو دنبال میکنه. به نظر میرسه آقای خامنه ای در انتخابات مجلس خبرگان که صادق لاریجانی نایب رئیسی اول رو به رئیسی باخت، به نفع لاریجانی وارد نشد. این یک واقعیت هست. حالا تغییر زود هنگام میشه برداشت برداشتیم باشه که به نفع آقای رئیسی داره پیش میره. این اگه خیلی ها تحلیلشون هستش که این دعوای رهبری آینده است و بین لاریجانی و رئیسی، و الان به نظر میاد که یه جورایی رئیسی دست بالا رو داره. شما هم چنین برداشتی دارید؟ بله، وقتی که رئیسی در انتخابات نایب رئیس اول مجلس خبرگان بر صادق لاریجانی پیشی گرفت و اکثریت مجلس خبرگان رو ترجیح دادن که با جامعه مدرسین حوزه علمی قم هماهنگ هستن، و به نظر من برخورد یزدی که اون هم به هیچ عنوان دعوای ظاهری یا اختلاف ظاهری نبود، ریشه دار بود، بخشی هم از همونجا میاد. خب چرا اینا باید پشت رئیسی بیستن آقای افشاری؟ سوال من این هستش که به هر حال آقای رئیسی هم آدم غریبه ای در قوه قضاییه نیست، آدمی هست با شناسنامه روشن، با دعواهای روشن، با خط و ربط روشن. چرا پشت او میستن و پشت لاریجانی نمیستن؟ روشن هست؟
به دو عامل برمیگرده. یکی این که رئیسی به لحاظ شخصیتی و نوع رفتار و دیدگاهاش قرابت بیشتری با کسانی داره که امروز در مجموعه نهاد ولایت فقیه دست بالا رو دارن، در مجموعه سپاه و بیت آقای خامنه ای. و دومن رئیسی به هر صورت یک اتهاماتی به خاندان لاریجانی ها در حوزه فساد اقتصادی زده میشه و ها تو این زمینه کار شده، ماجرای برادر لاریجانی ها که رسما کارچاخ کنی میکرده و دنبال رانت بوده، وجهش در افکارم وجهه خوبی نیست. یعنی از صادق لاریجانی نمیتونن چهرهی برای فساد ستیزی ولو به شکل نمایشیش درست بکنن. بله. و دومن هم خب رئیسی برای اونها مهره به اصطلاح قابل اتکاتری هست در برخورد با به اصطلاح پروژه سیاسی که مد نظر اشاره جالب میکنین آقای افشاری، با توجه به اینکه به هر حال آقای رئیسی هم مرتبط هست با یک نهاد مالی بسیار گسترده، آستان قدس رضوی هم به هر حال پاک پاک نیست از این نظر، خیلی اتهامات از این دست در مورد زمینخواری و اینها حتی در مورد آستان قدس هم مطرح بوده. آقای انصاری راد، فکر میکنید که چرا بحث در واقع فساد به این شکل در سطوح بالای مملکتی مطرح میشه و اینقدر عادی سازی شده؟ آیا شما با این بحثی که آقای رئیسی میگن دنبالش هست برای زدن در واقع باندهای فساد، شما بهش اعتماد میکنید یا اینکه فکر میکنید این هم یک بازی سیاسی دیگه هست در این مقطع؟ راستش من نه اعتماد میکنم و نه معتقدم که بازی سیاسی بازی سیاسی به این معنا میگم نیست، چون اصلا به دلیل اینکه من میگم این برخوردها نافی فساد نیست، اصلا این نحوه برخورد به هیچ وجه برخورد کنندش رو نمیتونید حکم کنید به اینکه دنبال برخورد با فساده و میخواد فساد رو از میان برداره، چون فساد اقتضای حکومت بسست و حکومت این که با نیروهای انتصابی اداره میشه، فساد لازمه همین رانتیف که در این جور حکومت ها وجود داره، فلذا این برخورد ها نافی فساد نیست، ولی بازی سیاسی هم نیست. نمیگم بازی سیاسی به این معنا که نمیخواد مثلا این رو دستاویزی باشه، بلکه واقعیت داره. فساد تا مغز استخوان دستگاه قضا و به تبع بقیه نهادها رو به یک شکلی گرفته بود و آقای رئیسی هم این رو دستاویز قرار میده در امری که واقعی، ولی تا کجا میتونه پیش بره؟ در یک حدی مجبور وایسته و این سرصداها که بالاخره میکنیم و ریشه‌کن میکنیم، این حرفا حرف است و حرفی نیست که بشه روش مثلا حضرت عباس خورد. ولی نکته اینه که شما میگید که چرا بحث فساد میشه و اینقدر عادی سازی میشه. سیستمی که بالاخره سنگ بنای گذاشته، یعنی اگر همه نامه آقای لاریجانی رو نشه بهش اعتماد کرد، به این تیکش میشه اعتماد کرد که اگر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من، وقتی که تمام همه باشه، فلذا مجبورن یک مقدار دفاع برای دفاع همین امر عادی سازی رو که دیگه خیلی چیز داشته، این اجباریست که به اینها تحمیل شده، وگرنه خیلی چیز نیستن. این بحث جدیه. بله، این بحثی که آقای افشاری مطرح کردن که به نظر میاد که این دعوای بین خیلی خودی هاست، یعنی حتی از اون حاشیه خودی ها هم فراتر میره، خیلی خیلی نزدیک به بیت آقایت الله خامنه ای در حال این دعوا در جریان هست. اگه اینطور هست، آیا میشه گفت که آقای خامنه ای الان در عمل انجام شده قرار گرفته، یا اونطور که بعضی از تحلیل ها میگه خانم گلرو با اذن اوست که این اتفاق داره میفته؟ اذن او الان اینکه اجازه لفظی داده باشد نیست، یعنی حتی من اینجوریه، بلکه سکوت ایشون تلقی به اذن میشه و بعد هم چون اصلا نحوه برخوردها، شما به آقای احمدی نژاد نگاه کنید، آقای احمدی نژاد با یک پشتوانه خیلی که بی سابقه اومد که رئیس جمهور شد و بعد در نهایتش وقتی که چیز شد، وقتی که خانه نشین شد و قهر کرد، آخرین نفری که اتمام حجت کرد باهش آقای یزدی بود. آقای یزدی اتمام حجت کرد و ایشون چون اون اتمام حجت رو نپذیرفت به حذفش منجر شد.
و آقای لاریجانی هم اینجوری است که امر بین برخورد کنترلی و برخورد حذفی است. اگر ادامه بده حذفش میکنن و اگر نه میخوان کنترل شد، وگرنه بحث فساد اینجوری نیست که آقایون تازه فهمیده باشن. من بچه طلبه هم که یک سر و کار مختصری با دستگاه قضا دارم میدونم که تا مغز استخوان دوره آقای لاریجانی بی سابقه دوچار شده. چرا پس میرن رئیس مجمع تشخیص مصلحت میشه؟ اگر واقعا برخورد با فساد جدی است، چرا من آیا اطلاع نبود که این حرف اصلا پذیرفته نمیشه؟ پس قرار کنترل بشه. بله خانم گلرو، سوال مال شما بود، بفرمایید. خواهش میکنم. چند تا نکته در مورد این قضیه وجود داره. یکی، حالا بحث فرمایش آقای افشاری درست بود در مورد این رویکردهای متفاوت آقای خامنه‌ای. تا الان که خب به نظر میاد که عکس‌العمل خاصی نداشتن به جز اون یه جمله‌ای که گفتن. ولی بحث دیگه ای که هستش برملا شدن اون نامه است. حالا اینکه اون نامه چقدر درست بوده، نامه‌ای که من به نجف میرم، اینکه اون نامه چجوری در اومده، به نظر میاد که اون نامه میتونست در نیاد از توی بیت. بله. بیرون اومدن اون نامه خودش میتونه یه جور نشون دادن این باشه که میخواستن که دامن زده بشه. البته در نامه دوم هم به نظر میاد که آقای لاریجانی یه جوری اون رو رد میکنه، میگه من اصلا اون اصلا حرف من نبوده و این حرفا دیگه حالا... معمولا تکذیبی ها خودتون میدونید. بله. خیلی دیگه قابل قبول نیست. یه نکته دیگه هم حسین فدایی که دوست نزدیک زاکانیه که توی خب نزدیک به بیت و توی بیت و خب هم میتونه اطلاعاتو در بیاره، هم خود زاکانی که این وسط توی این داستان چه نقشی داره و خب توی نزدیکان بیت محسوب میشه. مسئله دیگه نقش خیلی مهم سپاه این وسط، که ما چقدر سپاه رو تحت تاثیر رهبری میدونیم. سپاه تقریبا مهمترین نقش رو توی این داستان و توی این درگیری داره. هم زاکانی مرتب تاکید میکنه، یعنی میگه که نهادهای امنیتی که فاسد هستن، وزارت اطلاعات اسمی از سپاه نمیاره. توی شبکه 5 مصاحبه‌ای کرده مفصل، میگه که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دچار فساد اقتصادی هستن، اسمی از جای دیگه ای نمیاره. پس مشخصا سپاهو میذاره کنار. پس زاکانی با سپاه داره توی یه زمین بازی میکنه. سپاه هم که مشخصا خب میشه گفتش که با رهبری توی یه زمین بازی میکنه دیگه، مشخصا تحت تاثیر رهبری داره بازی میکنه. از اونورم به خاطر اینکه لاریجانی از یک حدی بیشتر داشته رشد میکرده، به نظر میاد که کاملا آقای خامنه ای احساس میکرده که این بیش از حد داره مسیر رشد رو براش هموار کرده. یعنی از یه جایی به بعد، همون جوری که واسه احمدی نژاد مسیر رشد رو با بی‌بصیرتیش آقای خامنه ای بیش از حد هموار کرد و مجبور شد یه جایی بیاد بگه که خب دیگه بس، از اینجا به بعد قرار نیستش تو بیشتر از این توی فضای سیاسی ایران رشد بکنی، برای لاریجانی هم همین اتفاق افتاد. خیلی مسیر رو براش هموار کرد و حالا الان مجبور شده بهش اجازه بده، وگرنه چطور ممکنه توی صدا و سیمایی که یک جمله، شما دیدید که آقای حیدری چی میگه، گفته من اصلا نمیتونستم یه انتقاد کوچیک بکنم، یه انتقاد کوچیک مجبور شدم که زرقامی بیاد بگه که آقا اینو بازداشت نکنید. بله. توی صدا و سیمایی که یک انتقاد کوچیک نمیشده بهش کرد، الان سراپای این صدا و سیما هر شبکه‌ای رو که باز میکنی داره انتقاد میکنه از لاریجانی. خب رئیس صدا و سیما که دست نشانده رهبریه، پس یعنی بدون هماهنگی رهبری داره این اتفاق میفته. من قبول نمیکنم اصلا این رو که بدون هماهنگی رهبری این حمله به لاریجانی داره اتفاق میفته. من شخصا معتقدم که این حمله دو ماه اخیر و حمله های اخیر به لاریجانی، یک در واقع اولش رو یک هدایت اولیش از طریق بیت صورت گرفته. حالا بعد که دیگه چجوری این وسیع شده، اون دیگه حالا بعدش دیگه وسیع شده دیگه، ولی اون اولش توسط بیت شروع شده. آیا افشاری، من میخوام تحلیل شما رو هم راجع به همین مسئله بدونم و غیر از اون میخوام به یک جمع‌بندی هم برسیم در این بحث. به هر حال بحث زدن مقام ها در جمهوری اسلامی بعد از پایان دورشون، مثلا معمولا رؤسای جمهوری این اتفاق براشون افتاده، کسانی دیگری هم دیدیم، ولی برای منصوبان رهبر اونم در سطح رئیس قوه قضاییه دفعه اوله که در این سطح ما شاهدش هستیم. به نظر شما چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید یک توضیحی رو من بدم. در اینکه آقای خامنه‌ای حرف آخر رو میزنه هیچ تردیدی درش نیست. در اینکه در پشت بسیاری از این پروژه ها هست با چراغ سبز، مستقیم غیر مستقیم،
اما همه مسائل در اونجا نیست. رقابت های جریان های پایینی هم نباید دست کم گرفت. این در دوران آیت الله خمینی هم بود، یعنی در بخش اون کسانی که از پایین پروژه را آماده کردن برای برخورد با آیت الله منتظری، همین نیروهای پایین تر بودن که احساس میکردن اگر آیت الله منتظری رهبر بشه اونها اون جایگاه مورد نظر رو نداره. اینها تلاش میکنن مرتب به اصطلاح و این در از منازعه ها از اینجا تولید میشه. به نظر من در این پروسه ممکن است آقای خامنه ای رئیسی رو رشدش رو ترجیح داده به رشد صادق لاریجانی. به نظر من ماجرا هم از انتخابات مجلس خبرگان شروع شد و بعد برمیگرده به اون نامه، یعنی یک برخوردی رو لاریجانی کرده، تهدیدی کرده. ببینید در اون تکذیبی در نامه پاسخی که به شیخ محمد یزدی داده به نوعی گفته که اصل نامه رو تکذیب نکرده، گفته من نگفتم که به خاطر بازداشت آقای طبری که از به اصطلاح مدیران رازه اجرایی ریاست دفتر صادق لاریجانی بودن، نگفته به خاطر بازداشت اون من به نجف میرم. بنابراین اصل نامه با توجه به صحبتهایی هم که شیخ محمد یزدی کرد به نظر میرسه قطعی از چنین نامه. بعد از اون نامه است که خب طبیعتاً یک برخورد تند محسوب میشه با آقای خامنه‌ای و نافرمانی و حالا به زبان خیلی عامیانه تر بگم دیگه صادق لاریجانی به اصطلاح بیشتر از اون حد خودش پرواز کرده. اونجا هست که مکانیزما فعال میشن، صدا سیما و غیره به وجود میاد و این برخورد انجام میشه. منتها ببینید شیخ محمد یزدی در تمام این سالهایی که رئیس قوه قضاییه شد و بعد به اصطلاح در شورای نگهبان بوده و حوزه های علمیه رو برای آقای خامنه‌ای اداره کرده، توی حملاتش هم به صادق لاریجانی بحث شخصی خودش نیست، همون نامش رو مبنا قرار میده و دست میندازه صادق لاریجانی رو. بنابراین این پروژه فقط برای این بوده به نظر من در این مقطع در ناحیه بیت که صادق لاریجانی تو جای خودش بیسته و به اصطلاح بیش از اون محدوده‌ای که داره در اون به اصطلاح مانور در حوزه قدرت نده، رهبری رو تهدید نکنه. این یک گوشمالی و مجازات بود. متشکرم از شما آقای افشاری. متاسفانه وقت ما تمام میشه آقای افشاری، خانم گلرو، آقای انصاری. خیلی ممنونم از اینکه در این بحث شرکت کردیم و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.